بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز و گرامی، به جلسه سوم مایکروسافت ویندوز 10 خوش آمدین. مسئولین عزیز، امروز هدف ما ایجاد هست به تنظیم صورت حساب در ویندوز 10 از طریق کامپیوتر منیجمنت هست. یعنی از طریق کامپیوتر منیجمنت ما چطور میتونیم که یوزرها را جنریت بکنیم و همچنان برای از اونها بعضی تنظیمات بدیم و چطور حذف بکنیم. یعنی روش های مختلفی است که ما میتونیم که صورت حساب قبلا هم گفتیم که ایجاد بکنیم. یکی از روش هاش کامپیوتر منیجمنت است و یکیش هم کنترل پینل است و طریق دیگه هم کامند پرومت است. میان در قسمت کامپیوتر منیج، به خاطر دسترسی به کامپیوتر منیج ما بعد دسپسی منیج میریم یا از این طریق میریم. مثلا عزیز، در این قسمت ما داریم به نام کامپیوتر منیجمنت تا لوکال یوزرز اند گروپس و همچنان از طریق کنترل پینل، یا اگر ما سرچ کنیم که لوکال سکیوریتی پالیسی یا لوکال یوزر، اینجا به ما شما ظاهر میشه، یوزر به ما ظاهر میشه. مثلا عزیز لوکال یوزرز، اگر این قسمت پیدا نکردیم ما میریم در قسمت کنترل پینل. در قسمت کنترل پینل و در قسمت که وقتی که آمدیم میایم این لارج میگیم ادمنستریتورز. در قسمت ادمنستریتورز بعد ما کامپیوتر منیجمنت داریم. چی داریم؟ کامپیوتر منیجمنت. و در اینجا ببینیم که کامپیوتر منیجمنت داریم، کامپیوتر منیجمنت و لوکال یوزرز اند گروپس. و در اینجا اینو باز بکنین، ما یک یوزر داریم و همچنان گروپس داریم. یعنی در این قسمت ما میتونیم یوزرها را جنریت بکنیم یا از این طریق میتونیم که یوزرها ایجاد شود یا حذف شود. خب مثلا عزیز، روش هاش فهمیدین. بازم در قسمت دسپسی راه ساده شمی است، دسپسی منیج و لوکال یوزرز. در قسمت یوزر که آمدیم، در این قسمت ببینیم که مثلا عزیز ما قبلا از طریق کنترل پینل بعضی یوزرها را ایجاد کردیم به نام ادمین است، احمد است، خان است. در اینجا ببینیم که یکی ما ادمنستر داریم، یکی ادمنستر داریم، یکی گست داریم و همچنان احمد است. احمد و خان است و احمد و خان اینا که هستند در واقع یوزرهای استاندارد هستند. این سه نوع یوزر ما در اینجا خوبتر میتونیم ببینیم. میایم بریم بالای، وقتی که بخوایم که اگر یک یوزر ایجاد بکنیم، اینجا میتونیم که رایت کلیک بکنیم، نیو یوزر بگیم. و اگر صفحه هم باز بکنیم، در قسمت رایت کلیک میکنیم، صفحه در قسمت خالی از رایت کلیک میکنیم، نیو یوزر ایجاد میشه. به این شکل اگر ما یک لیستی از یوزرها را داشته باشیم، از میتونیم که لیست یوزرها را ایمپورت بکنیم یا اگر لیست یوزرها را بخوایم میتونیم اکسپورت بکنیم. در قسمت نیو یوزر و یوزر نیم مشخص میکنیم، یوزر نیم به نام علی و فول نیم میتیم، مثلا میگیم که علی خان مشخص میکنیم. دیسکریپشن میتیم، مثلا که this user is used for control of windows. یک میتونیم که دیسکریپشن میتیم، یعنی تشریح میتیم که می برای چی مقاصد استفاده میشه windows. پاسورد میتیم، مثلا میگیم که علی 123 و پاسوردش هم ست میکنیم علی 123. یکی از موضوعاتی که اینجا هست مثلا عزیزی است که وقتی که ما پاسورد ست کردیم، اینجا یک آپشن است به نام یوزر ماست چینج پاسورد ات نیکست لاگین. این به این معنی است که اگر یوزر باری اول وقتی که از طریق علی داخل میشه، باز اینجا پاسورد که ست میکنه، باز شما به اساس از یک پاسورد جدید میخواه. این به خاطر از است که با میل خود شما یا با میل نیازی که دارین یا به دلخواه خود میتونین که پاسورد ست بکنین. اگر ما این آپشن را نداشته باشیم، سه آپشن دیگه اینجا با وجود میه، آپشن های دیگه با وجود میه، دو آپشن دیگه فعال میشه. اگر اینا نداشته باشیم، اینجا میتونیم که یوزر کن نات چینج پاسورد، میتونیم که آپشن رو بگیم که یعنی یوزر هیچ نمیتونه که پاسورد رو چینج بکنه، مجبور است که از این پاسوردی که هست از این استفاده بکنه، یعنی با میل خود نمیتونه که پاسورد رو ست بکنه. همین پاسوردی که در اینجا ست شده مشخص شده میتونه که مورد استفاده قرار بگیره. و همچنان آپشن دیگه است پاسورد نیور اکسپایر. اگر ما این موضوع رو داشته باشیم، معمولا پاسورد ها در ویندوز 10، ویندوز 7، 8
42 الى 72 ساعت از اکسپایرشنش یا ختم تاریخ داره. بعد از 42 روز یا 72 روز میتونه که اکسپایر شوه یا ختم شوه پسورد، میتونه یک پسورد جدید برای ازی مشخص بکنه. اگر ما این آپشن داشته باشیم، به این معنی است که پسورد هرگز اکسپایر نمیشه یا ختم نمیشه، هیچ وقت تاریخ ازی نمیگذاره. بنابراین اگر این آپشن را انتخاب بکنیم اکسپایر نمیشه. خب و اگر اینجا آپشن دیگه است اکانت از دیسیبل، اگر ما اینو کریت میکنیم یوزر کریت میشه، اکانتش چی میشه؟ دیسیبل میشه. دیسیبل به این معنی که این اکانت فعال نیست، کسی استفاده کردن نمیتونه. منتها ما یوزر را داریم اما دیسیبل است. هر وقتی که خواسته باشیم پس میتونیم که در قسمت پروپرتیز اینو تغییر بدیم. و در اینجا کریت میگیم، کریت شد، کلوز میکنیم. حالا ببینیم که مثلا عزیز اینجا به نام چی اینجا چه به نام علی هست، اما یک آپشن داده در این قسمت متوجه شده باشین که یک آپشن است ای داون است. این آپشن که علامه ازی است، این به معنی که داون است، یعنی این چی هست در واقع اکانت مون دیسیبل است. ما میخوایم که این دیسیبل نباشه. اپلای میگم، اوکی، و در اینجا ببینیم که حالا فال شد به این شکل. و اگر بخوایم که این پسورد یک پسورد جدید سیت بکنیم، انجامه که شما نمیتونین که اینجا میتونین که پسورد سیت بکنیم. مثلا یک پسورد سیت میشه، به خاطر سیت کردن پسورد جدید ما میگم 1 2 3 4 5 پسوردش باشه و پسوردش 1 2 3 4 5. اوکی، در اینجا بگه که پسورد تغییر خورد، پسوردش چند شد. و همچنان موضوع دیگه در اون قسمت هم باز هم سید پسورد است. اگر بخوایم دلیت بکنیم دلیت، اگر رنیم بخوایم اینجا میتونیم رنیم بکنیم. مثلا مثال میخوایم که نامی ازی باشه علی حسین مثلا میگم حسین. اینجا ببینیم که نامش تغییر دادم. اگر بخوایم که در پروپرتیز بریم، باز مشخصات چه میبینیم. یک موضوع دیگه که در این قسمت از ممبر آف است، ممبر آف به این معنی که این مربوط به کدام یک از گروپ هاست. در اینجا ما یک لیست از گروپ ها داریم. اینجا ببینیم که گروپ ها ما اینجا به نام یوزر داریم، یوزرز. این در گروپ یوزر است. اگر شما گروپس به این معنی که یک مجموعه از یوزرها یا افراد یا صورت حساب ها تحت یک گروپ میان و اینجا صلاحیت های را می داشته باشند. به طور مثال اینجا ادمنستر است. ادمنستر میگه کمپلیت، اینجا نشسته است ادمنستر هاف کمپلیت ان رستریکتد اکسس تو دیس کامپیوتر. به این معنی که به این کامپیوتر، به این دومین ای دسترسی کامل داره. اگر ما بخوایم که این یوزر مربوط یکی از گروپ ها بسازیم، و این به این معنی است که این میتونه من حیث ادمن کار بکنه، اگر من حیث پاور یوزر اگر بخوایم داشته باشیم، یا من حیث گیست بخوایم، یا استاندارد بخوایم، یعنی به کدام شیوه میتونه صلاحیت داشته باشه. یعنی ما صلاحیت میتیم، مثلا میگم که علی حسین باید من حیث ادمن باشم. ممبر آف اینجا میگم که اد و ادوانس میرم در قسمت ادوانس. اینجا فایند میگم، فایند که گرفتیم اینجا لیستی از گروپ ها به ما مشخص است. ما میخوایم که ادمنستر باشه، اوکی، و اینجا اوکی میکنم. ببینید که هم من حیث یوزر است، هم من حیث ادمن است. یعنی میتونه اختیارات کامل داشته باشه. این میتونه که چی داشته باشه؟ علی حسین میتونه که اختیارات کامل داشته باشه. وقتی که اختیارات کامل داشته باشه، به این معنی است که میتونه به کامپیوتر دسترسی داشته باشه و استفاده بکنه. معمولا کامپیوتر فول کنترل داره. خود این قسمت موضوع دیگه پروفایلش است. اگر بخواید که پات زیر مشخص بکنید که در کدام پات پروفایل ذخیره شوه، و لاگین اسکریپت اگر نشسته میکنین، اگر میخواین که به یکی از شبکه وصل شوه، مثلا اینجا، یا به یکی از مپ دیوایس وصل شوه، آدرسش مشخص میکنین. اگر لوکال پات مشخص میکنین، میگه که سی به طور مثال درایو سی نشسته میکنیم که درایو سی باشین، درایو سی نشه میکنیم که بطر مثلا دانلود، در قسمت دانلود. اینجا ببینیم که در قسمت دانلود پتش مشخص شد. علی حسین میتونه که اونجا چی بکنند، موضوعات چه در نظر بگیرم. و همچنان گروپ داریم. در قسمت گروپ، یعنی این گروپ یک مجموعی از
مجموعه از یوزرها یا گروپ های هستن، گروه های هستن که از قبل صلاحیت دارن و صلاحیت هاشون مشخص است. در این قسمت ما گفتیم که یک یوزر هاست، در قسمت یوزر ها که شما ببینیم پروپرتیز یوزر هاست و اینجا ببینید که از یوزر کی هست، اینجا مشخص است. ما شما میتونیم که یوزر های دیگر هم اگر داشته باشین میتونید که اضافه بکنید در این گروپ که من حیث یوزر کار بکنه. همچنان پاور یوزر داریم، پروپرتیز ببینین که اینجا عضو نداره. ما میخوایم که پاور یوزر مثلا علی حسین پاور یوزر باشه، شما میتونید از این طریق علی حسین پیدا بکنین. علی حسین من حیث پاور یوزر میتونه کار بکنه، یعنی پاور یوزر است، یوزری پاور است. و همچنان در قسمت گیست اگر داشته باشیم ما میتونیم که در این قسمت به طور مثال علی حسین میگیم من حیث گیست باید چی بکنن کار بکنن. گیست که شما فهمیدین که چی هست، به طور مثال احمد و علی حسین، ما میگم علی حسین من حیث چی کار بکنم، من حیث گیست باشه، من حیث ادمین نباشه، من حیث گیست باشه. وقتی که گیست بودین در گروپ گیست به این معنی که شما میتونید از طریق علی حسین یوزر علی حسین به شکل گیست داخل شوین و از استفاده بکنین. این طریقه ساختن چی هست؟ طریقه ساختن یوزر اکانت. اگر بخوایم دلیت بکنیم، اینجا دلیت میگیم دلیت و اینجا ببینید که دلیت میشه، اینجا به شما دلیت میشه. اگر بخوایم که یک یوزر جدید، اگر بخوایم که یوزرها را که چندین یوزر ایجاد کردیم، مثلا مثلا یک یوزر جدید من میسازم، یک یوزر جدید به نام استودنت میسازم، به نام استودنت فول نیم شم میتونم که مثلا مثلا ICT students و دسکریپشن اگر بتونید مشکل نداره، من پسورد مشخص میکنم و در این دفعه من میگم که باید چی بشه، یوزر must change password at next login. اوکی، اینجا کریت میشه، اینجا ببینید که برنامه استودنت کریت شد، ایجاد شده. پروفایلش شما مشاهده بکنید که در پروفایلش همین مشخصات هست. اگر بخوایم دیسیبل بکنیم ممبر شو ببینیم که مربوط چی هست، یوزر است. و اگر بخوایم که این لیست از یوزرها را در یک فایل جنریت بکنین، اکسپورت لیست میگیم، در روی دسکتاپ مثلا مثال من میگم که یوزرز سیو بکنیم به نام یوزرز، در قسمت دسکتاپ بریم به نام یوزرز هست. حال ببینیم که لیست از یوزرهایی که ما قبلا ساختیم یا موجود است در سیستم تمامش را مشاهده میکنیم. اینجا ادمین، ادمینستراتور، احمد، دیفولت اکاونت، گیست، خان، استودنت و ICT students هست. اینا را همیشه مشخصا میتونید مشاهده کنید. اگر نیاز باشه بعضی اوقات میتونید از این لیست از یوزرهایتان را بعضی اوقات گزارش میخواین، میتونید که از این طریق گزارش بدین که چند تا یوزر دارین و با کدامش فعال است و کدامش غیر فعال است. همه از این را میتونید از این طریق مشخص بکنید. این در واقع اما مراحل ایجاد یوزرها از طریق کامپیوتر منیجمنت هست. یک موضوع دیگه این است که مثلا عزیز در قسمت وقتی که اینجا مور اکشن میرین، شما میتونین که ویو بکنین که به دیتیلز نشان داده شوه یا ای که در این قسمت لارج آیکن نشان داده شوه، به کدام شکل اینا نشان داده شوه. و همچنان میتونین که لیست بکنین تمام زیرا و دیتیلز نبینین و بعضی اوقات میتونین که از اینجا نیو یوزر را جنریت بکنین یا میخوایم که نه لارج دیتیلز باشن. دیتیلز خوب است که ما مشاهده بکنیم یا در قسمت احمد مثلا پسوردش را سیت بکنیم یا دلیت بکنیم، رنیم بکنیم، پروپرتیزش مشخصاتش ببینیم. این به این شکل ما انجام دیم. اگر بخوایم که نباشه میتونیم که دلیت بکنیم، دلیت میشه. اگر بخوایم که مربوط یک یوزر بسازیمش و در این قسمت ببینیم که ما پروپرتیز ممبرز میرم، ممبرز آف میتونم که میگم که این مربوط ادمنستر هم است، ام ادمنستر من حیث ادمنستر کار میکنه، ام من حیث پاور یوزر کار میکنه. یعنی پاور یوزر یوزرهای هستن یا گروپی هستن، گروپی از یوزرهای هستن که ما یک کم صلاحیت چون نسبت به ادمن چی هستن کمتر هستن. اوکی و در اینجا اپلای
اوکی اینجا ببینید که در قسمت پاور یوزر شما برین در گروپ پاور یوزر مشاهده بکنین. در اینجا ببینید که به نام استودنت چی هست شاملش است. اگر ادمین هم مشاهده بکنین در اینجا چی هست استودنت هم شامل است. یعنی ما یوزر رو میتونیم که در گروپ های مختلف مشخص بکنیم و اینا را در واقع صلاحیت چانه بالا ببریم یا صلاحیت چانه کاهش بدیم. خب مثلا عزیز درس شما بود، درس شما ساختن صورت حساب از طریق کامپیوتر منیجمنت که مورد استفاده قرار گرفت. خدا حافظ ناصرتان، روزتان خوش، بخیر باشید.